خب امروز هم با ما همراه باشید با آموزش تعویض سیم ترمزدستی پرانت. ببین شما اگه سیم خواستید عوض کنید، اگه لنتاش هم ضعیف بود باید چرخ از وسط باز کنید. اگه خواستید لنت عوض کنید چرخ از وسط باز کنید، ولی اگه نیاز به لنت نبود فقط پیچای چرخ رو باز کنید کافیه، نیاز به باز کردن کاست چرخ نیست. ببین اینجا پیمای ترمزدستی رو آزاد میکنید، اینا رو حواستون باشه گم نکنید. از داخل این میکشید بیرون، این چون گف اولش میخواد عوض بشه یه خورده بعد قلقه، یه خاری اینجا داره، این خار رو باید حتما آزاد کنید. این خار رو که آزاد کنید سیم اصلا کلن آزاد میشه. اینم در میارید بیرون. خب اون طرف هم دقیقا به همین صورت. بیاد اون طرف این طرف لنتاش رو نگاه کنید، لنت کلن تموم شده دیگه، باید از وسط باز میکردیم که لنتاش هم عوض کنید. این پینا رو یه جایی بندازید گم نشن. از اینجا این خار رو میکشید بیرون. اینجا هم دوباره همین رو آزاد میکنید. ببین از داخل دو تا پیچ داره، یکی این طرفه 12 هم میخوره، یکی هم دقیقا اون طرفه. این دو تا پیچ هم باید باز کنید. حالا بریم از پایین بازش کنیم، استوفش کن. سیمای ترمزدستی هم چپ و راست دارن، خیلی حواستون باشه چی میگم، ببخشید چپ و راست. سیمای ترمزدستی هم تکسوز و دوگانه سوز دارن، با هم فرق میکنن. اگه ماشینتون دوگانه باید بگید سیم ترمزدستی دوگانه میخوام، اگر هم تکه باید بگید تک. یکی هم از این طرف بازش میکنید، استوب کن تیده رو بیار. این دوتا رو باید باز کنید، این دوتا رو که باز کنید یه آزاده بکنید. یه باک اینجا یه پیچ داره، با تیده بازش میکنه، پیچ 6. اینو میکشید بیرون، اینا هم از اینجا در میارید. بعد از این کار دیگه باید بریم داخل، دیگه اینجا چیزی نداره. ببین از زیرم نگاه میکنید، اینجا یه لاستیک گردگیر داره. حالا بریم داخل. ببینید اینجا باید صندلی عقب رو در بیارید، صندلی های جلو رو بدید بره جلو، این حفاظای روی در رو باز کنید که نشکنن، که این باید بره جلو، یعنی این اسمش هم یادم رفته، کفی زیر رو باید کامل بلند کنید. اون چیه ترمزدستی هم باید حتما باز کنید، قلاب کمربند ایمنی ها رو اینا رو باز میکنید، باکس 16 میکنه، حالا آچار هم میکنید. این هم باید باز شه، خودش بازه. یکم ترمزدستی رو میدید بالا، اینو درش میارید. خب این اینجا با چارسو این دوتا رو باید باز کنید، یه چارسو بیار واسه من. ببین این ترمزدستی قلاب ترمزدستی رو که باز کردید قفلکنشو، ببین دوتا هم واشر بزرگ زیرش میخوره، حواستون باشه اینم بندازید.
اینجا اینو بازش میکنید. اینجا به وسیله تیده این مهره سیم ترمزدستی رو باید کامل بازش کنید. استوب کنید تیده رو. این مهره رو کامل بازش کنید. خودش هم روون کاری کنید، هم مهره قدیمی خودش رو ببندید، خیلی بهتر از مهره های جدید. خب این یه فنری هم پشتش داره اینجا، این نمیذاره پیچ شل بشه. اینم حواستون باشه گم نکنید که ببندید سر جاش. خب اینا رو که باز کردید باید کفی رو کامل بلند کنید. سلام خوبی؟ اینم کامل بکشیدش بیرون که جلو دست پاتون نباشه، بذاریدش کنار. خب استوب کن. خب این کفی رو کامل میدید بالا. این اینجا دو تا پیچه چارسی داره، اینو باید حتما بازش کنی که سیم راحت تر در بیاد بیرون. این یکیش، یکی هم با چارسی مچی باید بازش کنی. پمپ کرک پیجور استوب که هم معلوم نیست کار کنی یا کار نکنه. اونم داره استوکر کار کرده، حالا باز کرده، باز کرده، اوراخ کرده. آره دیگه اونم هست. رادیو شونه خوبه قربونه، زنده باشی عزیز من. کفش پوسیده؟ نه نه پوسیده. سیمو میکشید بیرون. خب تی 12 رو بیار. من دو تا پیچ بیشتر نه، یکیش اینو بکشید بیرون دیگه جلو دستتون. اینو که در آوردید بعد از زیر ردش کنید، اینو بیاد. اینجا یه گردگیر داره، این گردگیر رو باید آزادش کنید. حواستون هم باشه روی این نوعی هم هست، حتما باید جاش بزنید. خب آزاد کردید، سیم رو یواش یواش میکشید بیرون. اینو باید کم بگیرید بالا که خب تمام. این از سیمش، حالا بریم پایین. سیم نو این گردگیره رو حواستون باشه حتما جاش بزنید. اینم از سیم نو. ببین از زیر باید ردش کنیم بیاد دو زیر رو
ردش میکنید داخل. اینو که رد کردید دیگه میرید داخل، بقیه کاراشو از داخل انجام میدید، آخر سر میاد بیرون. خب ببین اینجا سعی کنید این پیچ فابریک خودش رو اول رزوهش رو چک کنید که سالم باشه. در بستر از زیر ردش میکنید میدن سیما. خب از جلو سیما پیداش میکنید و میکشیدش بیرون. خورده ای درد سر دار. تا این حد که اومد اینا رو سعی کنید با تفنگی باد بگیرید که دیگه نخواد دوباره تمیزکاری کنید. ببین اینا رو حتما باد بگیرید، این داخل این باد بکنید باد. این که بیافتاد سر جاش، اینو میزنید جا. اینجا دوتا پیچاشو میبندید، این پیچ جلویی نگه دارنده هم روشه، اینو هم حواستون باشه ببندید. اینجای سوکیتش هم جا بزنید. آره ترمز دستش، چراغ ترمز دست. اینجا این روکش اگه در رفته بود جاش بزنید. خب ببین تا اینجا که تمام، بیایم اینجا اینجا اینو باید ببندید، نگه دارنده رو. بی خودتر از این تعویض سیم چونزه سیم است، بد جا و بد بلقه تو بیشتر ماشینه.
حواستون باشه اون گردگیر رو از پایین جا بزنی. اینجا نگاه کنی جاش آزاده، حتما از پایین گردگیر رو جا بزنی. خب اینم که بستیم این پایین. پایینی یکی که میفته رو باک کجا بزنید. گردگیر رو تا یادتون نرفته ببرید، یعنی بزنید دست جا. از اونجا دیار خدا وکیلی و پاشو گرد و کومت جمع کن بیه ای ترم. خب اینجا هم این لاستیک ها رو میزنید جا و میبندید. مهره نگه دارنده رو باک رو سفتش کنید. اینا فنری هم باید اینطوری هولشون بدی سمت جلو و خوارشون رو جا بزنی، هم این طرفی هم این طرف. باشم از اینجا فون بگیر. جلو خارم به این اینو با دست هول بدید بیا جلو، خارشو میزون کنه این خارم به این صورت جا بزن. این خار قفل کن داره، بیا جلو پشتش خودش قفل میکنه. تمام این از این، اینم اینجا باید جاش بزنید. خب اینجا هم میریم واسه جا زدن اینا.
این اینا هم که جازهی دیگه، لنت هم خود تو کلیپ های قبلی بهتون توضیح دادم دیگه، چیز خاصی نداره. اینا هم جا میزنی تو تمام. موفق باشه.